17 دی ماه 1395 خورشیدی و 6 ژانویه 2017 میلادی. در امشب صفحه آخر می‌پردازیم به نقش رهبر نظام جمهوری اسلامی در جلوگیری از محاکمه سعید طوسی. پرونده آخرم در آخر برنامه. کمتر از یک هفته پیش یک عکس از صفحه تلگرام یکی از دوستان نزدیک سعید طوسی به اسم آقای امیر محمدزاده رو صفحه تلگرامی آمد نیوز منتشر کرد. متن چت آقای محمدزاده است با یه نفر دیگه. میبینین دیگه. محمدزاده کنار طوسی تو ماشین نشستن، عکسش هم داریم میبینیم با پیرن زرد. طرف از محمدزاده میپرسه استاد چطورن؟ محمدزاده مینویسه تبرئه شدن، فعلا علنی نیست، فقط به خودشون گفتن. طرف میگه خب علنی نشه که فایده ای نداره. محمدزاده: ایشون هم ناراحت بودن از علنی نشدنش. امروز استاد گفتن که گویا اژه‌ای گفته که قرار علنی بشه. بله. پرونده شکایت از سعید طوسی بعد از 5 سال که از عمر این پرونده میگذشت درست 3 ماه پیش برای اولین بار در برنامه صفحه آخر فاش شد. بذارین قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب یه مختصری از پرونده سعید طوسی رو بازنگری بکنیم بعد برمیگردیم. یعنی منظورم از اصل مطلب نقش رهبر معظم است در جلوگیری از پیگیری عادلانه پرونده سعید طوسی. خلاصه داستان این است که در نوروز 1390 چند تا از بچه های قربانی قاری معروف بیت رهبر، آقای سعید طوسی، از طریق آشنایی خانوادگی با یکی از افراد بیت رهبر میرن به این فرد شکایت میبرن که این استاد معتبر قرآنی افتاده به جون ما، که کاری بکنی. اون آقای محترم عضو بیتم میره شورای عالی قرآن که این جماعت و سعید طوسی هم عضو بشن. البته بگم سالانه 300 میلیارد تومان این شورای عالی قرآن بودجه داره ها. اینه کاراش. اون آقای محترم عضو بیت رهبر میره شورای عالی قرآن پیش طوسی همون موقع به سال 90 بهش میگه که تو خلاصه آبروی ما رو داری میبری، یه نامه‌ای بنویس، توبه نامه‌ای بنویس و دیگه هم تکرار نکن این کار. خب این توبه نامه ها که دو تا توبه نامه است، یکی اون توبه نامه است در واقع اقرار نامه های سعید طوسی است، یکی 29 فروردین 90 و بعد از یک سال و نیم 11 مرداد 91، یک سال و نیم بعد از اقرارنامه اول بازم یه اقرارنامه و به قول خودشون توبه نامه از سعید طوسی میگیرن که مثلا دیگه تکرار نکنه، چون علارغم توبه نامه اول داشته همون کارا رو ادامه میداده. من اول یک اشاره‌ای بکنم به این توبه نامه ها که حالا فقط یکی دو خطش رو بخونم که میگم زودتر بتونیم بریم سر اصل مطلب. توبه نامه اول که در تاریخ 29/1/90 می‌نویسه این جانب سعید طوسی در جلسه ای که با آقای فلان داشتیم قرار شد اشتباهات که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و ان شاء الله تعالی خدای متعال از سر تقصیر همه ما بگذرد، درگذرد سعید طوسی 29/1/90. بعد یه سال و نیم بعد که میگم این جانب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه ای که با آقایان فلان 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 داشتیم که بدون دروغ اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم فلان، حالا من مقدم سید علی مقدمشو میگم که رئیس شورای عالی قرآنه، حدود یک سال و نیم پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز و نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود یک سال پیش با آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. من از امروز قول میدم که اشتباهاتم تو پرانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را تکرار نکنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم فلان فلان. بله
11.591 اینم انگشت آقاست. ببینین اقرار هر متهمی مهمترین سنده که قاضی مجازاتشو بر اساس اقرار او تعیین میکنه. این آدم با صراحت اقرار میکنه دوبار به فریب جنسی کودکان. هیچ که کاری به کارش نداره. اینا زمینه پرونده است. آقایون دستگاه قضایی نظام مقدس که این همه آدمو به بهانه لواط به جلثقیل آویزون میکنی. اولیای بچه‌ها میرن سال 91 شکایت میکنن به قوه قضاییه از بیت خلیفه مسلمین که نصیبی نمیبرن، یعنی از سال 90 که میرن به اون آقا میگن و اونم میره دوتا توبه نامه میگیره، هیچ نصیبی نمیبرن، میرن شکایت میکنن مستقیم به قوه قضاییه، یعنی پدراشون، اولیاشون، که در تاریخ 23 مهر 91 آقای قطبی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران تقاضای تعیین کیفر برای سعید طوسی میکنه، یعنی جرم محرز. کارشناس شورای عالی قرآن متهم است به تشویق به فساد و فحشا از طریق بیان مطالب غیر اخلاقی، تحریک جنسی نوجوانان، ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان. کی اینو نوشته؟ آقای قطبی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تاریخ 23 مهر 91 ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان، مجازاتش چی آقای صادق لاریجانی؟ آقای رهبر معظم که اینا تو دست و بال بار میان، بعد کیانمنش راد و جعفری بازپرسای شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت قرار مجرمیت برای سعید طوسی رو صادر میکنن بر اساس نوشته قطبی دادیار. بعد به گفته حجت الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران، سید علی مقدم رئیس شورای عالی قرآن مسئول روابط مردمی بیت رهبر، 8 اردیبهشت 92 زنگ میزنه به جعفری دولت آبادی دادستان تهران، بهش تشر میزنه که این چه کارهایی دارین میکنین، پرونده باید بسته بشه. فردای این تلفن، یعنی 9 اردیبهشت 92، جعفری دولت آبادی دادستان تهران نامه میزنه به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و ترس و لرز. صادق لاریجانی، این کپی نامه هاشونه دیگه، ستاشون، صادق لاریجانی مینویسه به خلفی رئیس دفترش، خلفی هم همون روز 9 دی مینویسه پرونده ملاحظه شد، به نظر میرسد اتهام فساد و فحشا و اعمال منافی عفت وجود ندارد. همین یه هفته بعدم، یعنی 16 اردیبهشت 92، جعفری دولت آبادی دادستان تهران نامه میزنه به کیان منش بازپرس پرونده تو شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت که قبلا قرار مجرمیت زده بود، و مینویسه با توجه به اعاده پرونده و وضعیت خاص متهم که از قاریان معروف کشور است، دلائل ابرازی علم‌آور و مؤید وقوع جرم نمی باشد، لذا این جانب با قرار مجرمیت صادره مخالف بوده و عقیده به منع تعقیب دارم. 92 داستان تهران اینجوری پرونده رو میبند. صادق لاریجانی میگفت کی گفته مختومه بشه؟ داستان تهران اینجوری نامه مینویسه به دستور صادق لاریجانی پرونده مختوم. کی؟ 16 اردیبهشت 92. خب شاکی ها میرن دوباره پیگیر قضیه میشن، مل نمیکنن. وقت هم داشتن بعد از اینکه این قضیه 10 روز وقت داشتن از نظر قانونی که اعتراض کنم، نهایتا پرونده میره زیر دست قاضی حیدری. قاضی حیدری 4 سال حکم زندان میزنه برای سعید طوسی. دادنامه و اعلام حکم. پرونده با اعتراض سعید طوسی میره دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی احوارکی. قاضی احوارکی باید حکم بده دیگه. قبل از اینکه قاضی احوارکی حکم بده، غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران که خیلی خیلی آدم محبوبیه این شخص، این آقای اسماعیلی شخصا میره پرونده رو از احوارکی رئیس دادگاه تجدید نظر میگیره، بایگانی میکنه تو کشو میزش. قاضی احوارکی هم اینو اعلام میکنه، اینو فشار میاد بهش، اینا میگه آقا جون ما میگیم. بسم الله تعالی، معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با سلام، احتراما عطف به نامه شماره فلان، پرونده کلاسه فلان مربوط به آقای محمد گندم نژاد طوسی
یعنی سعید طوسی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران از شعبه گرفته شده و تاکنون عودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 احبارکی و تاکنون هم عودت داده نشده است. بله. تو همین دوباره که سعید طوسی محکوم شد و باید میافتاد زندان، یکیش سال 91 که الان خلاصه‌شو دیدین به صورت رد شدیم، یکیش سال 91 با قرار مجرمیتی که جعفری و کیان منش صادر کرده بودن و یکیش سال 93 که قاضی حیدری 4 سال حکم میزنه برای طوسی، هر دوبار با وثیقه شورای عالی قرآن زیر نظر آقای خامنه‌ای و چند تا قاری دیگه، حالا وقت اگه شد من اسمشون رو میگم که کیا میرن پول میذارن برای اینکه بشه کفالت طوسی رو بکنن بیارن بهشون بیرون. قاری قرآن هم شورای عالی قرآنن. آقا زندان نمیره، بار اول با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد میشه، بار دوم با کفالت 500 میلیون تومانی. حالا همین آدمو که پرونده تعرض جنسی به بچهای مردمو داره، دو بار محکوم شده، حالا با هر مجازاتی اینا جزئیات چه قبلا گفتیم بماند، همین آدمو که دوبار محکوم شده، همه میدونن وقتی مجلس شورای اسلامی میخواد کارشو شروع کنه برای تبرک میبرنش مجلس قرآن بخونه. محضر آقا هم که پارسال مرمزون قرآن میخوند و آقا هم باش همخوانی میکرد و کلشو تکون میداد و حالا تو برنامه خواهید شنید که این قرآن خونی محضر آقا زمانی است که دست کم از 3 سال قبلش رهبر معظم از کارهای خلاف این آدم خبر داشت. کارهای خلاف که میگم، من خیلی کارهای خلاف میکنم. این سیستمش که در همین آمریکا اگر که هیچ عملی هم صورت نگیره، فقط در یک کشور به هر حال که دستگاه قضاییش نسبتاً مستقل از دولت هست و دموکراسی‌های غربی به هر حال که حقوق بشر اصله، اینها در داخل کشور، اینها اگر هم چه اتفاقی بیفته یا حتی بوش بیاد که همچین اتفاقی میخواد بیفته، یک نفر ممکنه چنین تعرضی بکنه، این فرد رو ممکنه تا آخر عمر تو زندان نگه دارن. یعنی مجازاتش خیلی فاصله با مجازات قتل نداره، قاتل نداره، بسا بدتره در بعضی مراحل. خب حالا خبرهای غیر رسمی میرسه که سعید طوسی تبرئه شده، همین اواخر بود بعد از افشای این پرونده تو صدای آمریکا، این حضرت حجت الاسلام و المسلمین دادستان کل کشور آقای منتظری اومد گفت چرا انقدر سر صدا میکنین؟ این بنده خودم یه آدمی مثل بقیه، اگه جرمی کرده خب بررسی میشه، اگر چنانچه بررسی میشه، اگر جرمی واقع شده باشه مثل بقیه مردم قطعا باش برخورد میشه، و نشده باشه طرف تبرئه میشه. ما با چه اجازه شرعی و اخلاقی بیایم جو حیثیت و آبروی افراد رو اینجور ببریم و یک حیثیتی از افراد باقی نگذاریم تو جامعه؟ چی بررسی میشه؟ 6 سال بس نبود بررسی شواهد و دلایل کافی و اقرارنامه های متهم و نوارهای ضبط صحبت های تلفنیش و صحبت 4 تا شاکی و 8 تا شاهد تو دادگاه، اینا بس نبوده برای بررسی؟ آبروی این بچه ها برده نشده؟ اصلا شما میفهمین آبرو بردن یعنی چی؟ بچه خودتون آقای منتظری، آقای دادستان کل کشور امام زمان، بچه خودت تا حالا نرفته پیش سعید طوسی؟ جرأت داری بفرستیش پیش سعید طوسی؟ تنهایی؟ با یکی از قربانی های سعید طوسی صحبت میکردم، میگفت تو 6 سال گذشته از وقتی پدر مادرای ما به بیت رهبر و به شورای عالی قرآن اطلاع داده بودن که سعید طوسی یک متعرض جنسی به بچه های قرآنیه، از اون موقع به ما گفته می شد که رهبر معظم پشت سعید طوسی. اعتیاد قبل شکایت با قائم مقام شورای عالی قرآنی صحبت می کردیم، گفتیم که شما وقتی از این موضوع مطلع شدید، توبه نامه داده بودن، توبه نامه اول، چرا این قضیه رو ماستمالی کردید، چرا پیگیری نشید؟ یه سال نیم گذشته بود بعد ما شکایت کردیم، مثلا بعدا پدر و مصمم شدن که شکایت مطرح کنه. بعد ایشون گفتن که آخه این حرف هایی که وصله هایی که شما به ایشون با آی توسی میچسبونید اینا اصلا به عقیده من درست نیست، اینا بچه هم نمیفهمن. بعد میگفتن که آقای توسی شخصیتی هستش که حضرت آقا اگر ماهی یک مرتبه ایشون رو نبینه میگه آقای توسی کجاست، بیاد میخوام ببینمش. بله، این دلبستگی و شیدایی البته سابقه طولانی داره، سابقه
بذارین بشنویم سابقه آشنایی و نزدیکی سعید طوسی با رهبر معظم. آقای محمد گندم نژاد طوسی که مشهور به سعید طوسی، متولد 1349، اهل مشهد هستند و اصالتا اهل قندهار افغانستان هستند که پدر بزرگیشون از اونجا به مشهد مهاجرت میکنند. بعد از کودکی اینا به مسائل قرآنی و اینا علاقه من بودن، به همراه پدرشون آقای علی اصغر طوسی اینا در جلسات مختلف از اساتیدی بهره می‌بردن، همچون آقای رحیمی، آقای حسنزاده که از اساتید مبرز مشهد هستن، و من جمله آقای خامنه‌ای که حالا سابقه آشناییشون برمیگرده با آقای خامنه‌ای به سال 54 شب عید فطر ماه رمضان که در اونجا تلاوتی از آیات قرآن رو انجام دادم و مورد تشویق ایشون قرار گرفتم. و خاطره هم هستش که ایشون هیچ وقت از بیان اون غفلت نکرده و یکی از افتخارات خودش به حساب میاره این رو، حتی توی دادگاه هم کرارن این رو گفته، این رو دامن میزنه که خلاصه یک افتخاری هستش برای خودش. ایشون حالا در اونجا که آشنا میشن اینا از همون مسئله کرامت و اینها سال 54 که مثلا 5-6 سالشون بوده اینا در جلسات قرآنیشون شرکت میکردن و شاگرد رهبری بودن. بله، این ماجرای جایزه دادن خامنه ای به طوسی 5-6 ساله که مربوط به قبل از انقلاب جزو افتخارات ثبت شده طوسیه، ثبت شده که بله داریم میبینین دیگه، خاطرات بزرگان درباره مقام معظم رهبری، سایت حوزه.net که میگه آقای سعید طوسی که در آن زمان پسر بچه بود آیاتی از قرآن را تلاوت کرد، پس از تلاوت آقای ایشان را صدا زدند و به روی دست پسر بچه را بلند کردند و رو به جمعیت فر، حالا خود پسر حالا همون پسر بچه بزرگ شده به روی دست پسر بچه های دیگر را بلند میکنه، به روی دست آقا خامنه ای به روی دست پسر بچه یعنی سعید طوسی کوچولو رو بلند کردند و رو جمعیت فرمودند این پسر بچه را ببینید که چقدر خوب قرآن میخواند، از این فرزند یاد بگیرید و بروید قرآن را فرا گیرید. بعد مبلغی به عنوان هدیه دادن اینو. بله ببخشید بفرمایید. محل سکونتشون توی مشهد واقع در خیابان طلاب بوده که در اونجا مشغول به شغل آرایشگری بودن و حالا بعد از اینکه منتقل شدم به تهران، حالا داستانش رو عرض میکنم که چه شکل شد، به چه شکل بود مهاجرت ایشون از مشهد به تهران. بعد از اینکه اومدن تهران شغل آرایشگری رو کنار نذاشتن، به عنوان آرایشگر مخصوص رهبری منصوب شدن، یعنی آرایشگر ایشون هستن. بعد در ضمن اینکه استاد آقای مجتبی خامنه ای هم بودن و این گونه چیزها همه مزید بر علت هستش که واقعا ایشون پس از گذشت 5 سال یه جورایی برای ایشون مسئولیت آورده اینجور قضایا. بعد از گذشت 5 سال منظور از زمانی است که پرونده شکایت علیه سعید طوسی در قوه قضاییه تشکیل شد. ولی بذاریم من یه نکته رو اضافه کنم که مسئولیت قضایی که اشاره شد فقط به دلیل اینا نیست، که البته بسیار هم مهمه آنچه که فرمودن سعید طوسی، یعنی افسون بر آنچه فرموده شد، سعید طوسی فامیل سید علی مقدم رئیس شورای عالی قرآن و مسئول دفتر ارتباطات مردمی بیت خامنه ای است. سعید طوسی 2 بار ازدواج کرده، همسر اولش که ازش 2 تا پسر داره دختر عمه سعید طوسی بود که متارکه کردن، همسر دوم سعید طوسی که یه دختر ازش داره خواهرزاده همسر سید علی مقدمه، سید علی مقدم که پسرخاله علی خامنه ای. اینجوری قضیه، همسر دوم سعید طوسی خواهرزاده همسر سید علی مقدم، سید علی مقدم پسرخاله رهبر معظم. میدونین دیگه، اینا هم از کاشمر و مشهد و اشاره شد که بعضی هاشون خانواده های قندهار اینجور برها رسومی داره، اینا جمع میشن دور هم دیگه و اینجور نیست بی ارتباط باشن با هم دیگه. بله، حالا چجوری سعید طوسی در ارتباط با آقای خامنه ای از مشهد به تهران منتقل میشه؟
به گفته خود ایشون عرض میکنم توی دادگاه کارکنان دولت که پرونده زیر دست قاضی حیدری بود، گفتن که در سال 1384 به آقای خامنه ای نامه می نویسن و ازشون درخواست میکنن که به تهران بیان. آقای خامنه ای هم موافقت میکنن، ایشون میادن تهران، بعد یک خانه ای بهشون میدن واقع در میدان فاطمی تهران، بلوار سیمیندخت شمالی کوچه وحید، که اونجا یه ساختمون سه طبقه هستش که در شورای عالی قرآنی تنها سه نفر هستن که خانه سازمانی دارن، یکیش آقای توسیه، یکیش آقای سید علی فرابی قائم مقام شورای عالی قرآنه، یکی هم آقای محمد جواد کاشفی که مسئول نوجوانان جامعه قرآن کشور دوره همون شورای عالی قرآن. بعد از این که ایشون میان تهران، اینها این منصب ها خلاصه به دوششون نهاده میشه، میشن مسئول کارشناس نوجوانان جامعه قرآنی کشور و همچنین میشن کارشناس قرآنی تو رادیو قرآن، اینها مشغول میشن. حاج آقا طوسی وقتی منتقل میشن تهران این مسئولیت ها رو بهش میدن همزمان با مسئولیت های اصلیش تو بیت، یعنی آرایشگری رهبر معظم و معلمی مجتبی خامنه‌ای برای تلاوت قرآن و ترتیل. حتی ما هم حالا اینجا لازمه که این نکته هم ذکر بکنیم، وقتی که از روند بررسی شکایت و اینا ناامید شده بودیم در دادگاه و اینها، یک واسطه ای از صدا و سیما پیدا کردیم که رفتن یه جوری به گوش آقای مجتبی خامنه‌ای رسوندن، گفتن که بله این آقای طوسی داره مثلا به پدر شما نسبت های میده، میگه که مثلا ایشون پرونده رو دستور داده جمع بکنن، اینا نوار صوتیش هست و فلان اینها. بعد آقای مجتبی خامنه‌ای هم حالا اونطوری که به ما نقل کردن خیلی ناراحت شده بوده، گفته کی گفته که همچین چیزی پدر من گفته، شما بیایید مدارک رو بدید من میرسونم دست خود پدرم. بعد ما هم خلاصه یه پیج کاملی از این مدارک رو، حالا هم فایل صوتی و هم مدارک دیگر رو زمینه کردیم دادیم دست ایشون، آقای مجتبی خامنه‌ای داده بودن به پدرشون، ولی حالا از اون جریان ماها میگذره اصلا هیچ خبری هم نشد از اون موضوع. البته قبلا هم نامه مفصلی بود که از سال 92 بعد از منع تعقیب خوردن توی دادسرا اینا ناامید شده بودیم از روند بررسی شکایت، بهشون رسونده بودیم، حالا اونم در جای خودش خدمتتون عرض میکنم. خلاصه شورای عالی قرآنی به دستور رهبری ساخته شده، مستقیما هم زیر نظر ایشون داره میشه، بعد شامل بخش‌های مختلفیه که یکی از اونها مرتبط به امور قرآنیه و برگزاری کلاس‌های قرآنی برای رده‌های سنی زیر 16 سال که میشن نوجوانان و بزرگسالان که میشن بالای 16 سال، واقع در مجتمع حسینیه امام خمینی هستش. بعد برای هر کدوم از این قسمت‌ها فعالیت‌های خاصی تعریف شده و انجام می‌گیره که انقدر اونجا کارشون حساب شده هستش که هر ماه از تمام این بخش ها برای رهبری یک گزارش کار میفرستن، کاملا رهبری اطلاع دارن از جریاناتی که اونجا رخ میده و اینها، اینطوری نیستش که بی اطلاع باشن، نه همه رو مطلع هستن که مثلا فعالیت هایی که اونجا صورت میگیره، خصوصا همین جلسات نوجوانان. ببین چقدر موثقه این خبر غیر رسمی تبرئه شدن سعید طوسی. اخیرا از طریق منابع موثق از قوه قضاییه به ما خبر دادن جلسه ای تشکیل شده در همون دادگاه تجدید نظر و اینها که از اعضای قوه قضاییه و اینها تو اون جلسه حضور داشتن، دارن تصمیم گرفتن که حکم به براءت ایشون بدن، این تبرئه کنن ایشون رو. بعد حالا اینجا سه حالت وجود داره، به ما گفتن که یا همون شعبه 56 که قضاتش همون آقای احوالکی باشن و همون مستشارهایی که بودن آقای رمضانی و آقای آجیده، اینها میخوان این کار رو انجام بدن، تبرئه رو بزنن،
یا اینکه همون شعبه 56 میدن و مستشارا رو عوض میکنن، یعنی آقای عوارکی رئیس شعبه هستش و اون دو نفر رو جایگزینشون کسای دیگه میارن، یا اینکه کلا یه خبری هم به ما رسیده که شاید اصلا بدن شعبه یک بررسی بکنن که آقای لطفی که اونجا سرپرست همین امور هستن پرونده رو ارجاع میدن به شعب مختلف جهت بررسی خودشون بدن، یا خود شخص غلام حسین اسماعیلی. یعنی این احتمالات وجود داره، اما این به ما رسیده که بله مصمم هستن که حکم تبرئه ایشون بدن. دولت این مسئله چی کار میکنه؟ حق این بچه ها جزو حقوق شهروندی، جزو منشور شهروندیتون نیست آقای روحانی و فلان؟ این وزیر دادگستری آقای روحانی که قاعدتا باید رئیس کل دادگستری هم به هر حال به او گزارش هم بده، آیا او هیچ وقت سراغ این پرونده رو گرفته که مثلا به دولت ببره گزارش بده؟ این وزیر دادگستری ما دادن که آقای پور محمدی وزیر دادگستری در جلسه خصوصی جامعه وعاظ دارن گفته که پدر یکی از این بچه ها که روحانی هم هستش از بددهنی و شوخ طبعی طوسی سوء استفاده کرده، دارن فتنه انگیزی میکنن، یعنی قصدشون مثلا فتنه گری و اینها هستش. مثلا مسئله در این حتی که میگن نیست، این حتی شوخی و مثلا یه مقداری بددهنه این طوسی به خاطر این مثلا گندش کردن یه جورایی، اون اونجا گفته بودن. بعد آقای موحدی آزاد رئیس دادسرای انتظامی قضات هم اخیرا تماس گرفته بودیم باشون، گفتیم که میخوان کاری انجام بدید یا اینکه ما بریم سازمان ملل رو تو شکایت بکنیم اینها. بعد گفتن که خیلی با اعتماد به نفس اینا گفتن شکایت که خلاصه همه جا رفتن گفتن، سازمان ملل هم برن بگن مشکل ندار. خب تو این سه ماهی که از علنی شدن این حرفای دولت دیگه، تو این سه ماهی که از آقای پور محمدی منظورم بود، تو از علنی شدن این پرونده میگذره، آیا هیچ تماسی گرفته نشده؟ به هر حال سه ماه گذشته دیگه، با هیچ مقام قضایی دیگه هیچ تماسی گرفته نشده غیر از همین موحدی آزاد که تماس گرفتین؟ چون از این نظر مخصوصا میگم که صادق لاریجانی که گفت کی گفته این پرونده مختومه بشه، داریم پیگیری میکنیم، دروغ های شاختار میگن پرونده مختومه بشه که شنیدین دیگه، که اژه‌ای هم اومد گفت پیگیری داره میشه پرونده. خب هیچ مراجعه ای نداشتن این خانواده های قربانیان، خود قربانیان که الان دیگه به سن قانونی رسیدن، هیچ مراجعه دیگری به قوه قضاییه که چی شد پیگیری میکنیم آقای لاریجانی؟ چی شد با آقای احوارکی مخصوصا رئیس شعبه 56 که آخرین بار اسماعیلی رئیس دادگستری از اونجا پرونده رو دزدید، با اون با آقای احوارکی هیچ تماسی گرفته نشد؟ خب نمیدونم حالا پدرم میرفتن اونجا، ولی میرفتن خود همون شعبه، حالا اون چیزی که باید به ما میگفتن همون شعبه میگفتن دیگه، حالا اگر ایشون پیغام داشت به ما میخواستن بزن و اینها. ولی خب بعد از اینکه رسانه شد دیگه ما خیلی تمایل نداشتیم دادگاه بریم دیگه، گفتیم که دیگه افکار عمومی بالاخره بیدار شدن و اینها، خودشون رسانه های اینو پیگیری میکنن قضیه که به کجا میرسه. ما دیگه حقیقتا آقای صلاحاتی خسته شدیم دیگه، واقعا 5 ساله 6 ساله الان دیگه همش رفتیم دادگاه، همش رفتیم پیگیری کردیم، واقعا هر کسی دیگه بود واقعا میبردید اصلا و شکایتی سر به نظر میکرد، ولی ما کماکان پای پرونده وایستادیم. ولی خب متاسفانه توی این مملکت واقعا هیچ کسی به داد ما نمیرسه، هیچ کسی با عدالت برخورد نکرده با ما واقعا. نه حالا ما جای دیگه هم سر زدیم، بودم مجلس شورای اسلامی هم ما رفتیم، فقط خوب و قضایه نبودی که رفتیم، حتی رئیس دفتر آقای احمدی نژاد یا آقای تمدن اونجا با ایشون هم دیدار کردیم و اینها، ایشون به ما گفتن که شما هم وقتی میبینید که این مسئله ممکنه به نظام ضرری بزنه شما تغییری نباید بکنید دیگه، بکشید کنار. کی به مجلس شورای اسلامی کی مراجعه کردین؟ مخصوصا با کی صحبت کردین تو مجلس؟ چی گفتن؟
یک سال پیش بود، ما اول رفتیم همون قسمت حراستش اونجا مطرح کردیم، بعد با آقای مطهری، آقای علی مطهری هم مطالب رو رسوندیم، گفتیم که مثلا اینطوری، بعد اونا هم گفتن بله ایشون پیگیری میکنن این قضیه رو. ما حتی یه بیانیه هم دادن بعد از افشای ماجرا، ولی از یک قول معروف موزلی که وجود داره، اون مانع فشار که به اصطلاح در طول این سالیان بر سر راه بوده، اینی که این قضیه از بیت آب میخوره، که هر جایی شروع میکنن این قضیه رو پیگیری میکنن، یا اون اشخاص رو توبیخ میکنن چرا پیگیری میکنید شما، یا اینی که کلدن اشخاص رو عوض میکنن. مثلا به عنوان مثال، ما وقتی که رفتیم بعد اینکه توی دادسرا، ما دیگه واقعا زبونمون مو در آورد، نمیدونیم این مطلب یه چند بار باید بگیم، این آقای اجهی و این دار دست قوه قضایی، این رو نمیدونم چرا اصل نمیدن، پاسخ نمیدن که چرا سال 91 اومدن مجرمیت زدن تحت عنوان اتهامات تشویق به فساد و فحشا و تحریک جنسی نوجوانان و ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان. حالا بحث تفکیف که توی دادگاه بررسی میشه، اما این دو مورد اول توسط دادپرسی شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت آقای رضا کیانمنش راد مجرمیت خورد، بعد رفت طبقه بالا تعاون دادستان آقای قطبی، ایشون تایید کرد و مطابق قانون باید پرونده رفت دادگاه. اینا اومدن پرونده رو سیرش عوض کردن، پرونده رو دستی بردن دادن آقای جعفری دولت آبادی، یه نامه زد همون تاریخ 9/2/92، یه نامه زد به ریاست قوه قضاییه، پرونده رو دستی همینطوری بدون هیچ منوال قانونی اصلا رعایت نشد دستی بردن دادن به آقای لاریجانی. آقای لاریجانی هم یه نامه زد به آقای خلفی، آقای خلفی هم منع تعقیب صادر کرد، بعد آقای جعفری دولت آبادی و آقای کیانمنش هم منع تعقیب زدن. اصلا همچین چیزی تا حالا در طول این سالیانی که قوه قضاییه نه تو جلب دادرسی نه، اصلا همچین چیزی نبوده که مثلا یه پرونده ای رو تو دادسرا بیان مجرمیت بزنن بعد تایید هم بشه بخواد به دادگاه بیان عدول کنن اون نظرشون. خب این معلومه که یه جا برای فشاری هستش، اعمال نفوذ صورت میگیره. بعد از اینکه مثلا آقای کیانمنش اینا مجرمیت رو من تعقیب زدن، ما رفتیم پیش ایشون گفتیم که آقای کیانمنش، شما که میدونستی ایشون این کار رو کرده و اینها، الان برای چی اومدی از نظرت عدول کرد؟ چرا آخرت خودت رو به دنیای دیگران فروختی؟ ایشون هم گفتش که من هنوزم اگر تو رادیو بشنم ایشون داره قرآن میخونه و اینها، رادیو رو قطع میکنم، یقین دارم که ایشون این کار کرده، ولی من حجت شرعی داشتم. ایشون گفت من حجت شرعی دارم. بعد این پرسیم حجت شرعی چی هستش که شما مطرح میکنی؟ ایشون هم میگفتش که حالا نمیتونم بگم، معذوریت دارم. بعد ما هم گفتیم خب بگو دیگه، مثلا رهبری دستور دادم پرونده جمع بشه اینا. بعد میزد زیرش، گفت نه بگه شما هم چیزی شنیدی، رهبری نبودن اینا. بعد خلاصه جواب درستی نمیدادم، همش گفتم من حجت شرعی دارم. بعدش هم آقای صدیقی هم که رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بودن، باید این موضوع رو پیگیری می‌شدن، پیگیری می‌کردن، ولی ما رفتیم خدمت ایشون، ایشون گفتن بعد یه باند و شبکه‌ای هستن تعبیر ایشون، این پرونده رو جلوشو گرفتن و ما هم حقیقتا زورمون به ایشون نمیرسه، شما دیگه تکلیفتون رو انجام دادید، رها بکنید و اینها، انشالله خداوند چند سال دیگه مثل پرونده باند مهدی هاشمی اینا رو رسوا میکنه، بین تعابیری که شما گفتن خدمتتون عرض میکنه. چه زمان کی آقای صدیقی میگفت یه باندی مانع پیشرفت این پرونده است؟ وقتی خود ایشون مقام قضایی بود، رئیس سازمان قضایی چیه؟ دیوان عالی قضات. این مقام رو داشت تا سال 92. آیا قبل از اون بود؟ منظورم اینه که زمانی که ایشون این مقام رو داشت یا بعد از اینکه برکنارش کردن، چون توصیه میکرد که پرونده پیگیری بشه. گفتن که حالا که مثلا دادسرا اینا اینطوری دارن برخورد میکنن، قانونی عمل نمیکنن، بریم یه نامه آقا بنویسیم
این قضیه رو پیگیری بکنن. بعد ما رو ارجاع دادن به بازپرسی، اصخایی میکنم، بازرسی بیت رهبری آقای ناطق نوری. ما رفتیم اونجا خدمت ایشون، بعد یه نامه ای نوشتیم، بعد به زمینه دو تا توبه نامه همین شخص آقای طوسی، دو تا توبه نامه هم زمینه کردیم و اینها. بعد گفتیم که اینو پیگیری باشید، ما حالا به آقا خبر بدید این مطلب رو که گیر کار کجا هستش، چرا اینا اینطوری بررسی نمی کنن. آقای ناطق نوری از اون بعد یه حرکت هایی کرده بود، حتی رفته بود مجمع تشخیص مصلحت نظام، اونجا با آقای لاریجانی اینا یه جلسه ای بوده، حالا اطلاع ندارم چی بوده، راجبه چی بوده موضوعش، اونجا دیده بود ایشون، رفته بود با آقای خلفی، گفته بودش که آقا این پرونده این قاری قرآنه این سعید طوسی کجا هستش. بعد آقای خلفی هم گفته بوده که پرونده رو میز حاج آقاست، این آقای لاریجانی. بعد ایشون هم رفته بود اونجا اینو گفته بود به آقای لاریجانی، گفته بود پرونده دست شماست. بعد آقای لاریجانی هم گفته بود پرونده دست من نیست که، اینطوری میگفتن. خیلی مثلا عصبانی شدم از این حرف، چرا دروغ به من داره میگه. بعد از اینکه حالا اون نامه رو به آقای خامنه‌ای داده بودن، توبه نامه‌هایشون، اون نامه‌ای که ما نوشته بودیم به تعالیش 5 صفحه بود، بله شما اینو پیگیری بکنید که چرا اینطوری برخورد میشه، چرا شکایت ما بررسی نمیشه، غیر قانونی دارن عمل میکنن. آقای ناطق نوری عید مبعث بود سال 92، رفته بود پیش آقای خامنه‌ای، بعد گفته بودش که آقا شما چرا این قضیه رو پیگیری نمی کنید، من از شما گله مندم. بعد آقای خامنه‌ای هم به آقای ناطق نوری گفته بودش که من هم از شما گله مندم، شما اصلا چرا این قضیه رو پیگیری کردید. گفت من حقیقتا اینقدر تالا با ایشون به چالش کشیده نشده بودم، و ایشون به من با ناراحتی گفت شما چرا پیگیری کردید این قضیه رو. بعد اومدن نظر فقهیشون رو گفتن، گفتن که اثبات اینجور قضایا سخته و اگر این افراد شاکی نتونن اثبات بکنن خودشون قصف میشن، بهشون قصف تعلق میگیره، یعنی جای شاکی متشاکی عوض میشه، اعاده حیثیت صورت میگیره. بعد گفتن که این مسئله برای خانواده ها خوب نیست. بعد گفتن که آقای خامنه‌ای و آقای ناطق بودن که حالا یه نفر هم اومده یک ادعای کرده، اونم جده زیرش منکر شده، اینکه دیگه وقتی طرف منکر شده دیگه نمیشه اثبات کرد اینا، در حالی که حالا ادله ما خیلی قلوبه، مثلا دوتا توبه نامه که خودش نوشته آقا من این کار رو کردم، 9 حلقه سیدی بود که یه پخش کردید دیگه، بعد اون همه شاهد و گواه و اینها اومدن، بعد پیامک های گوشی ایشون بود، همه این ادله و قرائن اینها خیلی واضح بود پرونده، یعنی هیچ جای ابهامی نداشت، برای اینکه حتی مجرمیت هم زده شده بود اما نداشتن پیگیریش. بعد آقای خامنه‌ای گفتن بله اینو نه یه نفر ادعای کرده اونم منکر شده. و هم گفتن اینا نباید اصلا تجسس میکردن در این قضیه، و دیگه حقیقتا اینا هم گفته بودن. بعد آقای ناطق اینا رو به ما انتقال دادن پیغامشون، و بعد گفتن که بله شما چند تا راه دارید، یکی این که این قضیه رو مثلا بیاید از همون روال قانونیشو پیگیری بکنید، یه راهی هم دارید که خودتون برید دست به کارشی یه بلایی سر این شخص بیارید. گفتم ما حدیث هم داریم در این زمینه. بعد گفتن که بله حالا ظاهرا آقا منو توبیخ کردن نمیذارن من پیگیری بکنم. گفتن که آقا ولی، اینطوری گفتن، ما گفتن که آقا ولی شما هستش، این قضیه رو قیچی بکنید، به همین تعابیر قیچیش بکنید. بعد حقیقتا ما همونیم گفتیم که آخه ایشون اینطوری میگن، اینطوری صحبت میکنن، اگه برای پسر خودشون هم بود همینطوری برخورد میکردن، یعنی همچین موردی برای پسر فرزند خودشون به وجود نه اینطوری برخورد. آخه تجسس که وقتی طرف سالها باشه تعرض جنسی میکرده به نوجوانان زیر دست خودش، با اشتیاق و علاقه به قرآن اومده بودن اونجا، بچه های پاک معصوم که اومده بودن اونجا قرآن یاد بگیرن
با چنین مشکلی مواجه شدن، این سزاش چیه واقعا؟ اینطوری به همین ما تصورمون جور دیگه بود، فکر می‌کردیم ایشون مثلا واقعا استقبال میکنن اینا، میگن احسن بر شما که این قضیه رو پیگیری کردید، ولی ما دیدیم دارن قضیه همیشه برعکس شد. هر کی خواسته این پرونده رو دنبال بکنه برکنارش کردن، حتی این حاج آقا ناطق مثل که فعلا قصر در رفته، نمیدونم گنده تر از کساییه که میشه راحت برکنارشون کرد. باری شکات پرونده هم سال 92 هم امسال میرن قوم پیش عده از مراجب، شه آیت الله وحید خراسانی که صادق لاریجانی داماد ایشونه، پیش جوادی آملی، نوری همدانی، صبحانی، از هیچ کدومش نتیجه نمیگیرن. تنها کسی که از بین مراجع که لااقل یه پیغامی میده که پرونده دنبال بشه آیت الله علوی گرگانی است که اونم در سال 92 این پیغامو میده. نتیجه میشه در عرض یه هفته هم صدیقی از ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات برکنار میشه، هم کازرونی عضو مجلس خبرگان از امامت جمعه کرج. چرا؟ درست یک هفته قبل از اینکه صدیقی برکنار بشه آیت الله علوی گرگانی برای آقای صدیقی پیغام میده که پرونده طوسی رو دنبال کن. چرا نباید مسیر طبیعیش رو طی کنه این پرونده؟ چون این بچه ها رفته بودن پیش آیت الله علوی گرگانی. خب با آیت الله علوی گرگانی کسی نمیتونه کاری داشته باشه، آدم گنده ایه، جز مراجعیه که هر حال شأنی داره، هرچند که خیلی منتظر آیت الله منتظری هم شأن داشت اینا. باری صدیقی حجت الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران یه هفته بعد از اینکه این پیغام میگیره و دنبال میکنه عزل میشه از ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات که به جاش نیری میره که اون قاتل معروف. این بچه های شاکی میرن پیش کازرونی امام جمعه کرج. رفتیم پیش آقای کازرونی امام جمعه موقت کرج بودن، بعد قضیه رو گفتیم و اینا، گفتیم شما پیگیری کنید، شما مجلس خبرگان هستید، چرا این صحبت کردن، چرا مثلا اینطوری نظر فقهی دادن، این اصلا درست بدونه. بعد گفتن که آخه من نمیتونم برم اینو مطرح بکنم تو خبرگان. گفتیم ما نمیتونیم به آقا چیزی بگیم که گفتن که ما حالا باید بیم تا اینو مطرح بکنیم اونجا، بعد بررسیدم چرا ایشون حرف رو زد و اینها. بعد نمیدونم زارن رفته بودن یه کاره هم تیگیری هایی هم صورت گرفت، بعد دقیقا فاصله ای که آقای کازرونی برداشته شد یه هفته بعد از آقای صدیقی بود. یه هفته بعد از اینکه آقای صدیقی از سمتش کنار رفت، آقای کازرونی هم دقیقا از امام جمعه کرج که اونجا بودن، اونجا موقت کرج برداشته شد. بعد از اون رفتیم پیش مراجع تقلید، یه بار سال 92 رفتیم، یه بارم الان رفتیم، گفتیم دیگه حجت تموم شده باشه اگه برای رسانه شدن. رفتیم اول پیش چند تا از این مراجع، من جمله همین آقای مکارم شیرازی که الان اینطور دارم برخورد میکنم، میگن نقل اتهامات این شخص اشاعه فحش هستش و اینها، ما از طریق ایشون پیگیر شدیم. بعد اون کسی که حالا رئیس دفتر ایشون بودن اینها مطلب رو گفته بودن، مدارک و همه چی هم بهشون داده بودیم، گفته بودن که این مسئله باید سرانجام برسه. گفتش من با رهبری صحبت میکنم، جلسه اینا با ایشون دیدار داریم، مطرح میکنم که این پرونده اگه به نتیجه نرسه عواقبش خیلی بدتر خواهد بود، حتما پیگیری میکنم. بعد یه ماه گذشت و دیدیم مثلا هیچ پیگیری نشد. ایشون هم نمیدونم حالا چیزی بهش گفتم بعدش، گفتم ول کن یا اینکه خودش منصرف شده، نمیدونم. سعید طوسی ببینین خودش چجوری برخورد میکنه با کارایی که کرده. تو صحبت تلفنی با پدر یکی از همون قربانیان تجاوز، قرآن دیگه اینجوری نیستم، من نیکی توشون آلوده بگین حالا به حساب دیگران ندارم، به خدا حالا یک تونه بی نمازم پیدا میشه مسجد رو نمیمدن به خاطر او. منم حالا خدا خیلی لطف کرد، به خدا چون همین که گذاشم خدا ما قدرت کردیم بگذر از ما بزالا آبروی من که آبروی ما اصلا آدم هم نیستم، از این حیوان هم هسته. به خاطر ما آدم آلوده بالاخره جامعه قرآنی اوضاعش به هم نریده، مردم نسبت به قرآن و هرچی قاری قرآن اینا سردی میشن، نیم گذشته از این میشون بزرگ میشه، خودش بالاخره هدایت میکنه آدم رو. من چرا دادم بدبختی باید بشم که ایشون جلو هدایت جلو رشدشو بگیرم. شما حدی بزنید دو سه جلسه انشاءالله ردیف کنیم، به امید خدا ایشون به دیدار حاضر خونه توی جلسات مهم رفت میشه. حالا نمیدونم چی بگم،
حالا آقا جی بزن این جلسات ما را دید میکنیم ایشالله نمیدونم اگه قبول کنه من خودم باید صحبت کنم دیگم آقا ما قلط سر این تبون شده رسته دیگه شما فکرشم نکن ما بیش خدای خود توبه کردیم خدا که میگذره دیگه حالا بنده خدا چرا حد باید سخت بگیره بگین حالا بالاخره این جامعه مجموعه شورای القرآن خواهد یک کاری انجام بده یه دیداری پیش آقا باشه جوری بشه که برخوردی بشه فکری بشه من فکر میکنم یه مقداری فکرش کم کم مشغول چیزه دیگه میشه یادش بره. بله این حرفای سعید طوسی در جواب طوسیانه شکایت هایی است که مال 5-6 سال پیشه در تهران واقعا هیچ که همچی جوابایی نمیتونه بده. این مختص سعید طوسیه میگه ببریمش پیش آقا یک دو بار قرآن بخونه یادش میره چه بلایی بارها سرشو بردم. بچه های معصومه که این بلاها رو تو و بقیه قاریایی که این کارن سرشون میارین هیچ وقت یادشون نمیره. پخش کردیم قبلا تو مشهد که جناب عالی بودین همین کارا رو می‌کرد. یکی از کسایی که الان 29 سالشه 14 سالش بود اون موقع عشقش این بود که بره کلاس قرآن استاد سعید طوسی. ایشون دقیقاً یه کوچه همون جای مسجدی که برگزار مراسم جلساتشون هفتگیشون برگزار می‌شد دقیقاً یه کوچه قبلش یه آرشگاهی داشت یه پرایشی داشت به نام آرش جمیل. ایشون شغل آرشگری مشغول بود. من یادم اون زمان تازه این دوتا استخر بود تو مشهد، یکی استخر آستان قدس بود و یکی استخر ارمغان که این دوتا استخرهای خیلی شیک و مدرنی بودن، خیلی امکاناتشون خوب بود و اون زمان سر زبون افتاده بود که خیلی مرسوم بود که میرفتن یه عده. ایشون بعد از این مدت از این قضایی که گذشته بود مثلا حدود حالا نمیدونم چند ماهی بود که من پایش میرفته آمد داشتم و جلسات ایشون رو میرفتم، ایشون به من پیشنهاد داد که من آشنایی دارم اونجا، اگر شما دوست دارین علاقه داری بیاید با هم یه استخری بریم. من خب تعریفاشو خیلی شنیده بودم، تا حالا این استخر آسان قدسی که ایشون میگفت من نرفته بودم و خیلی واقعا هم علاقه داشتم که برم. قبول کردم و گفتم خب بریم استاد و واقعا برای خودم هیچ بهتری نبود که حالا مثلا آقا چیزی بریم استخر. من باشون قرارشو گذاشته بودیم رفتم مغازه ایشونو ایشون کارشون رو جمع کردن و رفتیم که بریم استخر. اون زمان یادمه این استخر آسمان قدس میگفتن که حالا اونجا پزشک داره از نظر سلامتی پوست و اینا یه چکاپی میکنه و افرادی که حالا مثلا یه مقدار کثیف باشن مثلا حمام نکرده باشن یا مریضی پوستی چیزی داشته باشن از ورود اینا جلوگیری میشه. که میگفتن قبل از اینکه بخوای بری استخر حتما شما باید حموم بری و مشکل پوستی نداشته باشی. ما داشتیم میرفتیم و یه آقای طوسی به ما گفتش که خب ما الان داریم اینجا که حموم نرفتیم، خب حموم که باید بریم که اینجا به مشکل نخوریم. گفتیم خب چیکار کنیم آقای طوسی، من برم خونه و برگردم؟ نه ایشون گفتش که نه نیازی نیستش، میریم همینجا یک حمام عمومی هستش و ما بریم در حمام عمومی یک دوشی بگیریم و خلاصه دیگه بریم اونجا که تمیز هم باشیم و از نظر پزشکیش به مشکل نخوریم. رفتیم و یادمه محدوده سرای کاشانی مشهد بودیم در خیابان کاشانی، اونجا یک حمام عمومی بود و تقریبا زمانم تایم عصر بود. رفتیم اونجا و کسی هم نبود، تا فقط صاحبش بود و ایشون از صاحب حمام یه نمره گرفت. بعد من گفتم خب با چوسی شما میخوای برو توی نمره، منم توی نمره دیگه. گفت نه نیاز نیستش، حالا ما میتونیم حالا دیگه چی میدونیم، زیاد چیز مهمی نیست. منم تا اون لحظه که در جریان چیزی نبودم و اصلا تو مخیلم چیز خاصی نبودش و مثلا خیلی عادی و طبیعی بود، ما رفتیم توی نمره و بالاخره لباسامون رو در آوردیم و شروع کنیم به استحمام. مقداری که ایشون دوش گرفت و خلاصه یه چند دقیقه اونجا بودیم به من گفتش که یا کامل برهنه بشیم یا برهنه بشیم به هم نگاه نمی کنیم. من یه ها اونجا اصلا جا خوردم به ایشون نگاه کردم که اصلا خوشکم زده بود که چی داره میگه آقا طوسی. برگشتم بودم آقا طوسی چی داری میگی؟ این چه حرفیه شما داری میگی؟ ایشون گفتش که نه چیز مهمی نیستش، فکر بدی نکنی، چیز خاصی نیستش. همینجوری گفتم بالاخره اینجوری میخوایم استعمام کنیم اینجوری با هم راحت باشیم و از این حرفا. خلاصا من زیر بار نرفتم، چند باری به من اصرار کرد و از من خواهش کرد، من زیر بار نرفتم ولی فقط هم همین قدرت نگفتن رو داشتم. یعنی اصلا هیچ حرفی دیگه نمیتونستم باش بزنم، اصلا خوشگم زده بود وایستاده بودم فقط نگاه میکردم که خدای چه اتفاقی آن افتاده، این چه حرفی اینها داره به من میگه. خلاصه چند دقیقه گذشت و
ایشون گفتش خیلی خوب، حالا چیز مهمی نیستش و خودتو ناراحت نکن و شوخی کردم و از این حرفا. او بیا ولی یه ماساژت بدم. من هیچ قدرت عکس عملی از خودم نداشتم دیگه، یعنی اونجا مثل آدم خوش زده شده بودم. من دراز کشیدم اونجا کف حمام و ایشون نشست رو من و شروع کرد به ماساژ دادن. دیگه حالا من دقیقا نمیدونم که ایشون دیگه داشت چی کار میکرد، ولی حالا عملا اون درخواستشون که من قبول نکردم، مبنی بر این که بخوام لباس دیگه اون حالا اسخایی میکنم اون شورت که فام بود رو در بیارم. ولی ایشون شروع کرد منو یه مقداری ماساژ دادن، یه 10 دقیقه 15 دقیقه ماساژ دادن. بعد ایشون دقیقا منو برد چند تا کوچه قبل از آرشگاهشون، سر کوچه که آرشگاه داشت اونجا منو پیاده کرد، گفتش که شما اینجا وایسا، آقای فلانی اگر اومد که هیچی، اگر نباشه حالا باید یه موقع دیگه قرار میذاریم و میریم اینا دیگه. من اصلا در رفاقت دیگه اصلا باشون حرفی نزدم، اصلا همینجور شوکه مونده بودم. و یاد بعد از این قضیه بسیار این آدم با تمام این چیزایی که تو ذهنم از ایشون ساخته بودم و اینا اصلا انگار یهو فرو ریخت و اصلا بسیار این چهره تو ذهن من منفور شد. و تا این قضایه هم که چند وقت پیش اتفاق افتاد و قضیه رسانه‌ای شد، من اصلا فکر نمی‌کردم که این آقا، حالا من فکر می‌کردم یک همچین قضیه بوده و در 15 سال پیش تموم شده رفته. من متوجه رسانه‌ای که شد و اینا دیدم که نه، قضیه خیلی پیش داشته و ادامه دار شده و به اینجا رسیده که حالا داستان رسانه‌ای بشه. اصلا من روزی که این موضوع رو توی شبکه‌های اجتماعی دیدم، اصلا دقیقاً مثل اون 15 سال که چند لحظه اصلا شوکه شدم، باورم نمی‌شد که این اتفاق حالا کار به جایی رسیده که سر از رسانه ها در آورده و داستان اینایی که اومدن گفتن و این داستانه من این آقا رو سر اونا پیاده کرده بود. بریم پرده آخر. نعمت های بهشت و خدا میگه در آیه قبل فرمود که بهشتی ها در بهشتی هستن، باغ ها دارن، نعمت ها دارن، کامیابند. یایه میگه یتنازعونه، تنازع معنی گرفتن جام از یک دیگه با شوخی، نظرین که گاهی تو عروسی دست هم میگیرن برای که یه خوده یا تنازعون فیها، در بهشت جام ها رو از دست هم میگیرن. و یطوف علیهم ولدان غلمان، دائما برای خدمت بچه های دور اینها تاب میخورن، غلمان همه نو پسرن، لهم مخصوص خودت هستن، جای دیگه نمیرن، قیافه مثل مروارید در صدف. شب و روزگار خوش.